دخترانی تاجیک من جوانیم به فقط انا می سرودشون رو خونده می گشتم فیلمو به می خونن و فیلمو به سرود خونده گشون است کدام ترانه های نکره من روسیگا بایدم نیست یک سرودش هم میتونه زمزمه کنه نه سرودایی که سالای در روز می خوندن در انسامبل گلشن هم می خوندن در انسامبل فیلارمونی هم می خوندن سرودای بسیار نغز می خوندن خودشان زنک هم سحنزه بی بسیار قولی جنو ما تماشا میکردیم، گوش میکردیم، کیف و صفا میکردیم ما میخواییم که با 100 سال دیگه عمر بینن و همه خیلی بزیب باشن، همه خیلی مردم خرسان کنن سالهای به فکر من که ما مایده بودیم، به فکرم داشت کودک بودیم، نو توال شدگی بودیم سالهای نویرن 60 سالهای 60 هم خیلی از بدخشان بودن، مطرح رحمت من آزی چکتن نتونست از که همتر لحظه با غلطه دیمی باشد بسیار سردوش خلقی میخوندن آباد اخشان بودم میدونیم آخه ریسپولیکه برادری اوزبیکستان مهمونم نقره رحمت ها من نغز میشناسم سالهای دراز در شهر دوشنبه در اینستیتوی زبان روسی تحصیل کردم حرمت میکنم نقره رحمت و سراینده مردمی تاجیکستان دویوم ینوری سال 1942 در دهه برتنگ ناحیه روشان تولد شده است. در سالهای شوروی و یکی از سراینده های مشهور به شمار می رفت و شهرتش در تمام اتحاد شوروی و بیرون از آن بود. نقره رحمت و از سال 1952 در حیات انسامبلی ترانه و رقص پامیر فیلارمونیای دولتی تاجیکستان کاری ایجادی خود را آغاز کرده است. رحمت و همچنین با زبانهای خلقهای سابق جماهیر شوروی و همسایه کشورها از جمله ازبکی، آذری، روسی، دری، عربی ترانه خوانده است. ترانه های مشهور نقره رحمت و نرگیس، گلدخترانی تاجیک، تاجیکستانی عزیزم، ای زهره، اخیر ای دریا، ترانه مشهور امشب قمر اینجاست را نیز در تاجیکستان اولین مراتبه خانم نقره رحمت و دوگانه هم پیشش خوجت بگیم پیرانو و سرودند. نقره رحمت و بغیر از سرایندگی در فیلم ها هم نقش آفریده است. از جمله در فیلمی کووای اوهنگری بریز کیمیاگر نقش دختری کوهسار را بازیده است.